43مین دوره رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد آمریکا از روز شنبه، در واقع روزهای شنبه و یک شنبه در سالن فروم شهر اینگلوود لس آنجلس برگزار خواهد شد. این در حالی است که تیم ملی کشتی آزاد ایران تا ساعت دیگه وارد شهر لس آنجلس میشه و تیم ملی آمریکا میزبان این رقابت ها هم خودش آماده این مسابقات میکنه. تیم ملی کشتی آزاد آمریکا طبق گزارش این فدراسیون برای 43مین دوره مسابقات از بهترین نفرات خود و کشتیگیران رده نخست در هر 8 وزن استفاده خواهد کرد و با تیمی کامل با 16 کشتیگیر در جام جهانی حضور خواهد داشت. روز گذشته تمرین رسمی این تیم با حضور خبرنگاران برگزار شد و پس از این تمرین با برخی از ستارگان این تیم گفتگوی انجام دادیم. جردن باروز قهرمان المپیک و جهان خودش رو اینطور معرفی میکنه. من جردن باروز هستم، دو دوره قهرمان جهان و دارنده مدال طلای المپیک 2012 لندن. اینجا در حال آماده سازی هستیم برای رقابت‌های کشتی جام جهانی 2015. بسیار خوشحالیم که اینجا در لس آنجلس هستیم. مسابقات بسیار خوبی خواهد بود و خیلی خوب است که اینجا در کالیفرنیا یا آفتابی هستیم. ما تیم قوی و خوبی رو داریم که از سال قبل هم در کنار هم تمرین می‌کنیم. بهترین نفراتمون اینجا هستن و آماده‌ایم تا روسیه رو شکست بدیم و امیدوارم که ایران رو هم شکست بدیم. من در 3 جام جهانی کشتی گرفتم و این 4مین جام جهانی من خواهد بود. ما همیشه در گروهی قرار داشتیم که ایران حاضر بوده و همیشه ما رو تو گروه شکست دادن و ما نتونستیم قهرمان بشیم. حالا این بار ما در یک گروه دیگه هستیم و امیدواریم که حریف ایران بشیم در فینال. من مسابقه های کشتیگیرای ایرانی رو به دفعات زیاد تماشا کردم و خب بازیکنان رو هم میشناسم. مثلا یزدانی، اکبری، رضا در 74 کیلوگرم، اسماعیل پور در 61 کیلوگرم. اسماعیل تو اینستاگرام منو فالو میکنه. سال قبل به همراه همسرم با اون عکس یادگاری گرفتم. امیدوارم امسال که ببینمش با پسرم با هم عکس بگیریم. ایران تیم خوبیه و همیشه بهترین هاشو به این مسابقات میاره. خیلی از تیم‌ها هستن که با نفرات برترشون به این مسابقات نمیان. ایران همیشه آماده است و میخواد قهرمان این رقابت‌ها بشه. صحبت‌های جردن باروز قهرمان المپیک 2012 لندن و قهرمان جهان در سال‌های 2011 و 2013 بود. برای آشنایی بیشتر با تیم ملی کشتی آمریکا با هومن توکلیان، مدیر باشگاه کشتی اتلتیک کلاب نیویورک و همچنین نماینده فدراسیون کشتی ایران در آمریکا گفتگو می‌کنم که از طریق اسکایپ از شهر نیویورک با ما هستن. آقای توکلیان، ضمن سلام و روز بخیر به شما. تیم آمریکا برای جام جهانی که برای دومی سال پیاپی داره میزبانیش رو در واقع بر عهده گرفته با تیم کاملی اومده طبق گزارش ها. شما فکر میکنید که تیم آمریکا در چه حد از آمادگی قرار داره و خصوصا جردن باروز؟ با عرض سلام به تمام هموطنان عزیزم و سال نو هم به همه تبریک میگویم. همونجوری که گفتین شما، تیم آمریکا واسه آمادگی خود واسه این مسابقه خیلی تلاش کرده، میخوان تلافی پارسال انجام بده. همونجوری که میدونین پارسال تیم آمریکا سوم شد، امسال هم که تصمیم گرفتن تمام ملی پوشان خودشون را بیارن و حتی نفرات دومی هم که انتخاب کردن قهرمان جوانان بودن و خیلی استعداد کشتیگران با استعدادی هستن، نابغه های جوان 18-19 ساله مثل آقای آرن پیکو در وزن 65 کیلو که فکر کنم پارسا با حسن یزدانی کشتی گرفت، یه نابغه ایرانی. اما اینجور که به نظر میاد آمریکا هدفش فقط قهرمان شدن این مسابقه هست و به فینال رسیدن به ایران. همینجور که جردن باروز هم گفت در دو تا گروه مختلف هستن و مطمئنم آمریکا گروه خودش رو اول میشه و میبره. روسا تیم ضعیفی آوردن امسال و تمام هدف اینه که به فینال برسن و تلافی پارسا رو انجام بدن. همینجور که گفتین جردن باروز هم که نابغه کشتی آمریکا هست، اونم بعد از شکست خود در مسابقات جهانی پارسال امسال آماده هستش که بره روشن. پارسال جردن باروز توی 2014 تاشکند برونز گرفت و در عین ناباوری نتیجه رو واگذار کرد. اما خب 2011 استانبول و 2013 بوداپست قهرمان شد. 2012 هم که مدال طلا رو گرفت در مسابقه با صادق گودرزی در وزن 74 گرفت. خیلی کوتاه فکر می‌کنی که جردن باروز برگشته به روز اوجش؟ بله، جردن باروز متأسفانه آسیب دیده بودش در مسابقات تاشکند. مطمئنم الان گشنه و تشنه است و آماده حمله هستش. ایشون فقط پیروزی رو می‌بینه. بروس برنت پس از 13 سال سرمربیگری تیم‌های کشتی نیوی یا نیروی دریایی آمریکا به تیم ملی بازگشته. حدود یک سالی میشه پس از جام جهانی گذشته. فکر می‌کنید چه تغییراتی رو در تیم کشتی آزاد آمریکا خواهیم دید با حضور وی؟
با آقای بروس برنت همینجور گفتم مربی خیلی دانایی و توانایی هستش و چون که زیک جونز مربی قبلی تیم ملی استفاده در وسط دوره المپیک، فدراسیون آمریکا تصمیم گرفت که ایشون رو بیارن پس این یک سال و این دو سال، اما ایشون خیلی مربی پخته ای است، همینجور که میدونین سابقهش خیلی خوبه، در المپیک 96، در المپیک 2000 کسانی مثل کرت انگل، کیوین جکسون، برندن سلی همه زیر مربیگری ایشون به قهرمانی رسیدن. نظر من خیلی تاکتیکای خیلی خوبی داره و خیلی مربی زرنگی هست از نظر تاکتیک و فن و انتخابات کشتیگیرا. بشنویم گفتگویی که با بروس برنت، پرسشی که خبرنگار تلویزیون صدای آمریکا عریضه سروش ازش کرده، با هم بشنویم، برمیگردیم ادامه گفتگومون با شما. Hello, my name is Bruce Barnett. I'm the national freestyle coach for the United States team. سلام، من بروس بارنت هستم، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد آمریکا. بسیار خوشحالم که برای حضور در مسابقات جام جهانی اینجا در لس آنجلس هستم. من تیم ایران رو خوب میشناسم. اونها قهرمان جام جهانی شدن. باید بگم که امکان این هست که امسالم قهرمان جام جهانی بشن. اونها تیم خوب و خیلی قوی دارن و قهرمانای شماره یکشون اینجا هستن. اونها همیشه آماده هستن. باید بگم که تیم‌های خوب زیادی در این دوره از مسابقات اینجا حضور دارن. آذربایجان و بلاروس تیمای خوبی هستن تو گروه B. ما هم تیم دست و پا بسته نیستیم. ما چند کشتیگیر جوان و البته چند کشتیگیر با تجربه داریم که آماده هستن تا روی دوشک برن. فکر میکنم مسابقات جذابی بشه. البته هیچ وقت هم نمیتونیم روسیه رو فراموش کنیم و اونا رو کنار بذاریم. همه تیم‌ها تیمای قوی و خوبی هستن. همشون. کوبا هم تیم خوب و باهوشی داره. فکر میکنم رقابت‌های فوق‌العاده خوبی بشه. من دوست دارم در فینال شاید مبارزه ایران و آمریکا باشم. اینجا میخوام به تیم ایران و مردم ایران بگم که ما میدونیم که اونا بسیار با استعداد و سخت کوشن. با امیدوارم همدیگر رو تو فینال ببینیم. خب صحبت‌های بروس برنت و سرمربی جدید تیم آمریکا رو شنیدیم. شما که در موردش خوب گفتید، 13 سال سابقه داره در تیم‌های کشتی نیروی دریایی. اما برسیم به کولمن اسکات، چهره شناخته شده‌ای هست در 61 کیلوگرم، برنز المپیک 2012 گرفت، بعد دیگه ازش خبری نبود، سال گذشتم حضور نداشت. کولمن اسکات رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ رقیب سرسختی که همیشه با مسعود اسماعیل پور جدال‌های دیدنی داشت. کولمن اسکات همونجوری که گفتین کوچگیر پخته است، یک سالی تو تیم ملی نبود اما داره دوباره برمیگرده، همونجوری گفتم با تجربه هست و استایل کشتیش هم جالبه چون که آدم قد بلند و لاغر و دستاش هم درازه، پس همین جالب خواهد بود. اما به نظر من ایران تو این وضع پیروز میشه، اما کولمن اسکات نباید دست کم بگیرن. شنیدم این سخنان کولمن اسکات، کشتیگیر وزن 61 کیلوگرم تیم ملی آمریکا رو. 2012 المپیک برنز مدالیست، currently the head assistant coach at University of North Carolina. سال 2012 برنده مدال برنز المپیک شدم. در حال حاضر کمک مربی در دانشگاه کارولینای شمالی هستم. الان به لس آنجلس اومدم برای شرکت در مسابقات جام جهانی. از آخرین باری که در مسابقات جام جهانی شرکت کردم چند سالی است که میگذره. در حقیقت آخرین بار در تهران در سال 2013 بود. من از اینکه بار دیگر با همبازیانم هستم خوشحالم. تیم کشتی ایران همواره تیم مقتدریه. من گمونم با همون کسی که چند سال پیش از تیم ایران کشتی گرفتم مسابقه خواهم داد. فکر میکنم اسمش اسماعیل پور باشه. رقیب خیلی شایسته ایه و بیرون از دوشک دوست خوبیه. به نظرم ایرانی ها خیلی این ورزش رو دوست دارن و با اون شدیدن ابراز علاقه نشون میدن. از بهترین هواداران در جهان هستن که با شور و هیجان تشویق میکنن. متاسفانه این در بین مردم ما نیست. به بازی خیلی هیجان میدن و خیلی هماهنگ تشویق میکنن. ایرانی ها مردم بزرگی هستن. من به کشتیگیران ایران احترام میذارم و از اینکه تیم ایران به اینجا آمده خوشحالم. صحبت کولمن اسکات رو شنیدیم. به هر حال تیم ملی آمریکا اگر در گروهی که قرار داده تیم روسیه، کوبا و مغولستان رو شکست بده به فینال میرسه. شرایط تیم آمریکا رو چگونه اشاره کردید که روسیه با تیم قوی نمیاد، اما روس‌ها همیشه خودشون رو آماده میکنن واسه مسابقات قهرمانی جهان که امسال در لاس وگاس هست در سپتامبر. فکر میکنید که تیم روسیه نتیجه رو واگذار میکنه با آمریکا و از اون طرف هم ایران میاد با آذربایجان رو شکست میده و ترکیه و بلاروس به فینال میرسه؟ پیش بینی شما اینه؟ بله، اونجوری که واسه من جالبه که روسیه ملی پوشان اصلی خودش رو نبرد در این مسابقه، بیشتر قهرمان جوانان و قهرمان اروپا رو آورده. تاکتیک جالبی واسه من بود. اما همونجوری که به نظر میاد فکر کنم آمریکا پیروز میشه بر روسیه و به فینال میرسه. همونوارم ایران هم آذربایجان شکست خواهد داد. استیو اونیل، هرچند که آقای استیو اونیل به صورت داوطلبانه همراه تیم ملی
کشتی آمریکا هست. اگر آماده باشین گفتگو رو بشنویم، سوالی در مورد او و مسابقاتش با کشتیگیران ایرانی از شما دارم. من استیو اونیل هستم. سه بار قهرمان سوپر بال، دو بار قهرمان NCAA و قهرمان جهان در سال 1999. برای شرکت در جام جهانی کشتی در لس آنجلس اومدم. خیلی هیجان زده هستم. تیم کشتی ایران تیم بزرگی و سال گذشته در شرف دستیابی به قهرمانی جهان بود. به نظرم تیم کشتی آمریکا هم تیم خوبی و ارزش رقابت را برای این دور از مسابقات دست و پا کرده. همچنین تیم کشتی روسیه هم تیم خوبی را به این بازی ها آورده. به نظرم این پایان هفته خوبی برای دیدن بازی کشتی بین المللی با بازی های فوق العاده خواهد بود. میخوام بگویم که از مردم ایران برای میزبانی بازی های کشتی که در اون شرکت کردم سپاسگزارم. من میدونم که دل مردم ایران خیلی پاک و خالصه و آمریکایی ها را دوست دارن. به نظرم بسیاری از آمریکایی ها به این درک رسیدن که مردم ایران آمریکایی ها را دوست دارن و دولت های ما میتونن سیاست را کنار گذارد و بگذارن مردم به دو کشور هم دل شوند. آقای توکلیان، فرصتمون خیلی کم هست. شما به عنوان نماینده فدراسیون کشتی ایران در آمریکا هستید و خیلی در مورد اونیل نمیشه صحبت کرد. شما خیلی کوتاه بگید که چه شرایطی رو واسه تیم ایران میدونید؟ به نظر من تیم ایران دوباره موفق خواهد شد. گروه هایی که آوردن خیلی قوی هستن و با استقرار هستن، اما همینجور که میدونید نمیشه ریلکس باشن، بعد حتما بیان رو بدوشک و بجنگن در هر وزنی. این مسابقات تیمی است نه شخصی، همه باید ببرن تا ایران بتونه پیروز بشه و به فینال برسه و ایشالا ایران و آمریکا در فینال باشن که استادیوم قشنگ قوقا بشه. متشکرم. هومن توکلیان، مدیر باشگاه کشتی اتلتیک کلاب نیویورک و نماینده فدراسیون کشتی ایران در آمریکا که با ما گفتگو کردید، با سپاس از شما.